امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که گوشی گلکسی S22 اولترا رو با هم بررسی بکنیم، گوشی که هممون منتظرش بودیم و بالاخره این اتفاق افتاد و همزمان با کل دنیا این امکان وجود داره که این گوشی رو اینجا بررسی بکنیم که به نظرم خیلی هیجان انگیزه. سال پیش S21 اولترا داشتیم که خیلی گوشی خوبی بود، خیلی ها رفتن سراغش توی بخش‌های مختلف، واقعا عملکرد خیلی قابل قبولی رو از خودش ارائه میداد، باتری خوبی داشت، صفحه نمایش خوبی داشت، چیپست خوبی داشت. این گوشی امسال اومده همه اون داستانا رو کامل تر کرده که خب به نظر خیلی پیشنهاد جذاب میرسه که قرار اون رو کامل بررسی بکنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که قیمتش نزدیک 1200 دلاره، ولی خب من نمیدونم که با چه قیمتی توی بازار ایران قرار عرضه بشه، خواهیم دید. ولی خب اگر بخوایم پرچم‌دارها رو با هم مقایسه بکنیم، گزینه‌های دیگه‌ای که براتون وجود داره، یکی آیفون 13 پرو مکس، یکی وان پلاس 10 پرو، گوشی گوگل هم میتونه که از انتخاب‌هاتون باشه، ولی توی ایران موجود نیست و نمیتونید به راحتی گیر بیارین. پس بنابراین اونو میذاریم کنار و انتخاب‌هاتون محدود به همین برندهایی که بهتون گفتم، اگر میخواید برید سراغ گوشی پرچم‌دار. از طراحی S22 اولترا شروع میکنم و این ماژول دوربینش که کلن تغییر کرده، خیلی شبیه گوشی گلکسی A32 شده، ولی خب یه تفاوت خیلی مهم با اون گوشی داره. اگر دقت بکنید ماژول دوربینی که توی اون گوشی در نظر گرفته شده خیلی دوربینای ریزی دارن و همین بزرگتر شدن دوربینا به نظر من باعث شده که کلن یه ظاهر متفاوت داشته باشیم و به نظر من ظاهر نسبتاً جذابیه. یه بخشی از من میتونه کاملا باهاش ارتباط برقرار بکنه، ولی خب یه بخشی از منم احساس میکنه که هنوز اونقدر که باید نسخه کامل ملی از این گوشی در اختیارمون نیست و قراره یه اتفاقایی بیفته. درسته که اگر از کیس استفاده بکنید کلاً ماجرا عوض میشه و اون موقع گوشی یک دست با در واقع یه سری حفره برای دوربین دارید که خیلی میتونه ظاهر متفاوت‌تری نسبت به اینی که الان اینجا میبینید داشته باشه. ولی خب این موضوع رو میذارم کنار رو به خود گوشی میپردازم. پشت گوشی از جنس شیشه ساخته شده و به وسیله گوریلا گلاس ویکتوس پلاس محافظت میشه، بنابراین خیالتون راحته که تا مدتی آسیب نمیبینه. جلوی گوشی هم همینطور. کنار گوشی سمت راست پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا، سمت چپ هیچی، بالا هیچی، پایین پورت USB تایپ C رو داریم به همراه درگاه دو تا سیم کارت که میتونید استفاده بکنید. اسپیکر هم اینجا قرار گرفته، سیستم اسپیکرش به صورت استریو و اتفاق ویژه اینجاست که شما دیگه توی گوشی قلم رو دارید، دقیقاً مثل سری نوت. خدافزی کرده بودیم با سری نوت، ولی این بار در قامت سری S دوباره برگشته و خب خیلی جذابه برای اونایی که به سری نوت علاقه مند بودن، دوباره میتونن لذت کار کردن با قلم رو تجربه بکنن. من خودم خیلی به نظرم جالب میرسه این موضوع. یه مقدارم میتونیم این رو به شیطنت سامسونگ اختصاص بدیم که یه جورایی سری نوت رو حذف کرد، همه دوباره دوست داشتن که برگرده و الان یه گوشی داریم که بسیار شبیه سری نوت اما اسمش S22 اولترا است. وقتی که گوشی رو میگیرید توی دستتون خیلی حس خوبی داره، بغلای گوشی کاملا خمیده است، چیزی که قبلا هم توی سری نوت اون رو میدیدیم و گوشه های گوشی خیلی تیزه، ممکنه که وقتی اون رو میگیرید دستتون توی راحت ترین حالت ممکن نباشه، ولی خب اگر از یه کیس استفاده بکنید این موضوع میتونه یه مقدار تغییر بکنه. وزن گوشی 228 گرمه، خیلی شبیه گوشی S21 اولترا و باید بهتون بگم که باتری که برای این گوشی در نظر گرفته شده علارغم اینکه یه جا برای قرار گرفتن قلم داره 5000 میلی آمپر ساعته که خیلی هیجان انگیزه و امسال میتونید با یه شارژر 45 واتی این باتری رو شارژ بکنید که زیر یک ساعت میتونید کامل اون رو فول شارژ بکنید که اینم خیلی اتفاق مثبتیه. فقط باید در نظر بگیرید که توی جعبه دیگه شارژری وجود نداره، تبدیل به یه نرم شده که شارژر رو از توی جعبه حذف بکنن و خب این اتفاق راجع به گوشی S22 اولترا هم افتاده و خودتون جداگونه باید برید اون شارژر رو تهیه بکنید. خب میرسم به عملکرد این هیولای سامسونگ. یه چیپست 4 نانومتری برای اون در نظر گرفته شده که توی بعضی از کشورها ورژن اگزینوس، توی بعضی از کشورها ورژن اسنپ دراگون قرار عرضه بشه، ولی خب توی کشور ما ایران قراره که ورژن اگزینوس رو داشته باشیم. الان وقتیه که اونایی که طرفدار اگزینوس و اسنپ دراگونن میتونن با هم دعواشون رو شروع بکنن، ولی خب باید بهتون بگم که هر دوی اونا عملکرد بسیار خوبی رو دارن. ممکن یکی از اونها نسبت به اون یکی عملکرد بهتری داشته باشه یا یکی از اونها مصرف باتری کمتری رو داشته باشه، هر سال همین بوده. ولی اتفاق ویژه‌ای که امسال افتاده اینه که سامسونگ برای تولید چیپست‌های اگزینوس اومده با AMD همکاری کرده و پردازش گرافیکی خیلی جالبی رو از این چیپست‌ها قراره که داشته باشیم. میتونه توی گیمایی که بعداً قراره عرضه بشه با گرافیک‌های سنگین‌تر این چیپست خودشون نشون بده. البته که قراره این عملکرد با یه آپدیت وارد این گوشی بشه، هنوز امکان استفاده
استفاده از اون توی گوشی S22 اولترا وجود نداره، ولی خب قرار این اتفاق بیفته و اون موقع ممکنه خیلی از طرفدارای اسنپ دراگون آرزوی داشتن گوشیایی رو بکنن که چیپستش اگزینوسه. ظرفیت‌های مختلفی برای گوشی S22 اولترا وجود داره، از 128 گیگابایت شروع میشه تا 1 ترابایت، ولی موضوعی که وجود داره اینه که اگر شما حافظه 128 گیگابایتی رو انتخاب بکنید 8 گیگابایت رم خواهید داشت، ولی نه اگر برید بالاتر بقیه اون ظرفیت‌ها، یعنی 256 512 و 1 ترابایت، همه اونها با 12 گیگابایت رم عرضه میشن. ولی خب باید بهتون بگم که همون 8 گیگابایت رم هم خودش خیلی زیاده. اگر تکنولوژی رم پلاس سامسونگ رو هم در نظر بگیرید که میاد یه مقدار از حافظه رو اختصاص میده که بتونه به رم کمک بکنه، دیگه کلا خیالتون از بابت رم راحت میشه. مولتی تاسکینگ رو به راحتی میتونید توی این گوشی اجرا بکنید، میتونید به راحتی انواع بازی‌ها رو باهاش پیش ببرید، کال اف دیوتی، پابجی و همه اون بازی‌هایی که خیلی معروف و محبوبن به راحتی با این گوشی اجرا میشن. سامسونگ اومده توی این گوشی از یه سیستم خنک کننده خیلی پیشرفته استفاده کرده که واقعا هم تاثیر میذاره. من کال اف دیوتی رو روش تست کردم، بازی کردم، دماش تا نزدیک 35-6 درجه بالا میاد که به نظرم قابل قبول و اصلا اینجوری نیست که بخواد موقع بازی کردن اذیتتون بکنه. خب درباره عملکرد باتری گوشی S22 اولترا باید بهتون بگم که برای اینکه بتونید یه تخمین درستی راجع به مصرف اون داشته باشید، باید طولانی مدت باهاش کار بکنید. این اتفاق برای من نیفتاده. من تقریبا 3-4 روز این گوشی در اختیارم بود و میتونم اون برداشتی که خودم داشتم رو بهتون انتقال بدم. اگه خیلی سنگین ازش استفاده بکنید، در انتهای روز فکر میکنم که باید مجدد اون رو شارژ بکنید، ولی اگر نه مصرفتون نرمال باشه، فکر میکنم که 1.5 روز میتونه باهاتون همراهی بکنه. یادتون باشه یه چیپست داریم که مصرف بالایی رو داره، از اونور ماجرا یه صفحه نمایش فوق‌العاده داریم که اونم مصرف بالایی رو داره و انتظارمون از یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی باید منطقی باشه. بپردازیم به صفحه نمایش فوق‌العاده S22 اولترا که به نظر من بین همه گوشی‌ها بهترین اوناست. یه پنل OLED که رزولوشن فوق‌العاده WQHD+ رو داره و تراکم پیکسلیش 500 PPI که خیلی فوق‌العاده است، به شدت شارپ و مطمئنم از کار کردن با اون خیلی لذت میبرید. پنلش از نوع LTPO ورژن 2 به خاطر همین رفرش ریت اون از 1 تا 120 هرتز تغییر میکنه و کمک میکنه که مصرف انرژی خیلی بهینه‌ای رو داشته باشه و همون 120 هرتزی بودن رفرش ریت رو هم دارید. خیلی چرخیدن توی منوال لذت بخش، اسکرول کردن خیلی لذت بخشه و این باعث میشه که واقعا تجربه فوق‌العاده‌ای رو از کار کردن با این گوشی داشته باشید. همه اینا رو میذاریم کنار، میرسم به ماکسیمم روشنایی که گوشی S22 اولترا میتونه عرضه بکنه. 1750 نیت واقعا فوق العاده است، خیلی زیاده و موقعی که دارید زیر نور مستقیم خورشید باش کار میکنید بقیه گوشی ها رو نابود میکنه. اینو در واقع در نظر بگیرید با تکنولوژی ویژن بوستر سامسونگ که امسال معرفی شده و میاد توی شرایطی که نور زیاده از این تکنولوژی استفاده میکنه و کنتراست و تون اون تصویری که دارید میبینید رو اصلاح میکنه و خیلی کمک میکنه که تجربه کاربری جذابی رو با این گوشی داشته باشید. سایزش هم 6.8 اینچ، دقیقاً اندازه ورژن سال قبل، یعنی S22 که اولترا، و اگر اون رو بخوام با آخرین گوشی نوت مقایسه بکنم، گوشی نوت 20 اولترا 1.1 اینچ اندازه اون کوچیک‌تر شده. بریم سراغ قسمت هیجان انگیز ماجرا، دوربینایی که سامسونگ برای گوشی S22 اولترا در نظر گرفته. و باید بهتون بگم که نسبت به نسل قبلی میتونیم توی قسمت‌های مختلف پیشرفت رو ببینیم که حالا بیشتر بهتون توضیح میدم، و در مقایسه با گوشی آیفون 13 پرو مکس هم اتفاقات جالبی افتاده که به اونا میپردازم. البته من یه ویدیو اختصاصی در مورد مقایسه گوشی S22 که اولترا با آیفون 13 پرو مکس ساختم که اگه دوست داشتید میتونید اون ویدیو مراجعه بکنید و تماشا بکنید. امسال با اومدن S22 اولترا قطعا همه چی تغییر کرده و برای اینکه بتونیم به صورت مشخص یکی از اونها رو به عنوان گوشی بهتر برای عکاسی و تصویر برداری معرفی بکنیم، باید یه مدت خیلی زیادی رو باهاش کار بکنیم که بتونیم به این نتیجه برسیم. ولی خب اگر بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم، شارپنس عکسایی که با گوشی S22 اولترا میگیرید بیشتر شده، اومده یه مقدار داینامیک رنج رو فدا کرده، کنتراست بیشتر روی عکس ها اعمال میکنه، یه مقدار تون عکس ها گرمتر شده و این باعث میشه که عکساش خیلی به عکس های گوشی آیفون 13 پرو مکس نزدیکتر بشه. موقعی که دارید عکاسی پورتره با این گوشی انجام میدید قشنگ تغییر کرده. اتفاقی که میفته اینه که میاد پوست صورت رو یه مقدار روشنتر میکنه، یه روتوش جزئی روی اون اعمال میکنه و همون شارپنسی که اول ماجرا بهش
اشاره کردم قشنگ نسبت به گوشی پارسال، یعنی S21 اولترا قابل مشاهده است. مثلا توی چشم جزئیات بیشتری رو نسبت به گوشی پارسال خواهیم داشت، ولی این شارپنس هم ممکنه بعضی جا اذیت بکنه و خیلی برای بعضی خوشایند نباشه. اون حاشیه‌های سفیدی که به خاطر اعمال شدن بیش از حد شارپنس روی آبجکت‌های مختلف اعمال میشه ممکنه که بعضی جاها به چشم بیاد. البته که هوش مصنوعی کمک میکنه که این گوشی بتونه جاهای مختلف آبجکت‌های مختلف رو تشخیص بده و شارپنس مورد نظر رو توی اون صحنه اعمال بکنه. با توجه به تکنولوژی که امسال سامسونگ توی گوشیش استفاده کرده و میتونه همزمان از پیکسل بینینگ استفاده بکنه و از اون رزولوشن بالای 108 مگاپیکسلی هم استفاده بکنه و در نهایت یه عکس روشن‌تری رو بهتون ارائه بده، باید بهتون بگم که واقعا این اتفاق افتاده و عکسایی که وصل این گوشی میگیرید نسبت به سال قبل و حتی نسبت به گوشی آیفون خیلی روشن‌ترن. این مورد رو حتما باید توی ذهنتون داشته باشید و در مقایسه با گوشی S21 اولترا رنگ‌ها خیلی پررنگ‌ترن و یه جورایی سامسونگ یه مقدار برگشته به همون استایلی که قبل تر داشت و اون رو با رنگ های خیلی با اقنای بالا میشناختیم. حالت نایت مود هم توی این گوشی وجود داره که سامسونگ اسمش رو نایتاگرافی گذاشته و باید بهتون بگم که واقعا نسبت به سال قبل یه مقدار نورگیری بیشتر شده، یه مقدار کنتراست عکس ها بیشتر شده، داینامیک رنج مخصوصا توی هایلایت ها یه مقدار محدودتر شده، اما اون عکسی که در نهایت میگیرید خیلی آماده به کارتره، دیگه لازم نیست ادیت بشه و این ممکنه برای بعضی خوشایند باشه. یه دونه هم حالت اکسپرت را وجود داره، این یه اپلیکیشن اختصاصی که میتونید برید اونجا و عکاسی را رو توی تمام لنزهای این گوشی تجربه بکنید که من از من خیلی هیجان انگیز و یکی از نواقصی که گوشی سال پیش یعنی S21 اولترا داشت همین بود که امسال اون موضوع هم حل شده. همین موضوع رو توی ویدیو هم داریم، یعنی پورتریت ویدیو هم بسیار نسبت به نسل قبلی یعنی S21 اولترا پیشرفت کرده، خیلی بهتر میتونه بک‌گراند سوژه رو تشخیص بده، اونو بلور بکنه و اینکه موقع تصویربرداری دیگه مثل S21 اولترا استابلایزر آف نمیشه و میتونید خیلی تصویربرداری خوبی رو باهاش تجربه بکنید. البته که اون عکسایی که توی شب میگیرید چه با استفاده از حالت نایت مود چه به صورت نرمال یه مقدار نویز ریداکشن بهتری رو داره، اون نتیجه نهایی کاملا مشخصه که نویز توی این عکسا خیلی بهتر کنترل شده. میپردازم به تصویربرداری با این گوشی که همونجوری که توی مراسم بهش اشاره شد سامسونگ اومده از یه استابلایزر خیلی جدی‌تر توی این گوشی استفاده کرده که واقعا هم اینجوریه، میتونید تصاویر بهتری رو باهاش ثبت بکنید، نرم‌ترن و موقعی که با تصویرایی که با آیفون 13 پرو مکس مقایسه شون میکنید میبینید که خیلی به هم نزدیک شدن و بعضی جاها نمیشه تشخیص داد که تصویر مربوط به کدومی که از این گوشی هست. خب اگر بخوام عکاسی و تصویربرداری با این گوشی رو جمع بندی بکنم باید بهتون بگم که عکسایی که به وسیله این گوشی میگیرید شارپ ترن، کنتراست بالاتری رو دارن، استابلایزیشن توی این گوشی خیلی بهتر شده نسبت به نسل قبلی، میتونید خیلی ویدیوهای نرم و روان‌تری رو باهاش ثبت بکنید، موقعی که نور کم میشه این اتفاق بیشتر به چشم میاد و به خاطر نورگیری بیشتری که سنسور این گوشی داره تصویرهایی که میگیرید روشن‌ترن، توی شادوها دیتیل یا جزئیات بیشتری رو خواهید داشت. بریم سراغ سوالایی که در مورد این گوشی داشتید، الان میخوام اونا رو یکی یکی جواب بدم. سوال اول اینه که بین S22 اولترا و آیفون 13 پرو مکس کدوم یکی رو پیشنهاد میکنی؟ که خب باید بهتون بگم که فقط عکاسی و عملکرد چیپست و اینا مهم نیست، باید ببینید که با کدوم یکی از این اکوسیستما بیشتر میتونید ارتباط برقرار بکنید. هر دوی اونا گوشی‌های فوق‌العاده‌ای‌اند و هیچ کدوم از اونها ناامیدتون نمیکنه. سوال بعدی اینه که نظر در مورد عکاسی شب با گوشی S22 اولترا چیه؟ باید بهتون بگم که واقعا نسبت به پارسال بهتر شده و اگر از لنزهای تلفوتو بیشتر استفاده میکنید این تغییر رو قشنگ میتونید احساس بکنید. سوال بعدی اینه که به نظرت ارزش خریدش چقدره؟ باید قیمتی که توی ایران عرضه میشه مشخص بشه بعد در موردش نظر داد، ولی فکر میکنم برای کسایی که به سری نوت علاقه داشتن ارزش خرید خیلی بالایی داره. خب پرسیدن که نظر چرا به جای اینکه سامسونگ بیاد از یه سنسور 200 مگاپیکسلی همونجوری که صحبتش بود از یه سنسور 108 مگاپیکسلی توی این گوشی استفاده کرده، باید بهتون بگم که همه چی رزولوشن نیست، یعنی خیلی پارامترهای مختلف دست به دست هم میدن که یه عکس خوب رو داشته باشیم. نورگیری لنز رو در نظر بگیرید، سیستم ساخت اون لنز رو در نظر بگیرید، سنسور اون دوربین رو در نظر بگیرید، پردازش اون تصویر رو در نظر بگیرید که همه اینا روی ماجرا تاثیر میذارن. شما باید دقت بکنید که اپل از آیفون 7 تا
به امروز دوربین اصلیش 12 مگاپیکسل بوده بدون اینکه بخواد رزولوشن اون رو تغییر بده و هر سال پیشرفت داشته توی این زمینه، پس باید دقت بکنید که همه چی رزولوشن نیست. سوال بعدی اینه که به نظرت مهمترین تفاوتایی که این گوشی یعنی S22 اولترا با نسل قبلی داشته چیه؟ به نظرم اضافه شدن قلم، ظاهر گوشی، عکسایی که یه مقدار خودشونو بیشتر نشون میدن و صفحه نمایش فوق‌العاده اون که خیلی روشنایی زیادی داره و کار کردن باش واقعا متفاوته. سوال بعدی اینه که به نظرت عملکرد اسپیکراش بشه ترتیبیه؟ من اسپیکرهای S21 اولترا رو ترجیح میدم، قشنگ صداشون با هم متفاوته و احساس میکنم که یه مقدار کیفیت صدای بالاتری. البته هر دوتای اونا خیلی خوبن، ولی اگه قرار باشه من یکی رو انتخاب بکنم فکر میکنم که S21 اولترا یه مقدار صدای بهتری رو ارائه میده. سوال بعدی اینه که نظرت در مورد اسپیس زوم این گوشی چی؟ همون زوم 100 برابری که خب به نظرم خیلی عکاسی باش راحت‌تر شده، راحت‌تر میتونید سوژه رو قفل بکنید، عکسایی هم که بهتون میده کنتراست بیشتری دارن، شارپنس بیشتری دارن که خب اینا واقعا خبر خوبی که در مورد گوشی S22 اولترا افتاده. خب در نهایت بعد بهتون بگم که S22 اولترا به نظر من واقعا گوشی جذابیه، پیشرفت‌های خیلی جزئی رو توی هر زمینه داشته که روند پیشرفت واقعی همینه، این که تو هر سال بتونی همه بخش‌هات رو بهبود ببخشی و فکر می‌کنم واقعا این اتفاق توی این گوشی افتاده. این که سری نوت یه جورایی برگشته با اسم S و همه اونایی که به کار کردن با قلم علاقه‌مند بودن دیگه الان میتونن با یه گوشی کامل کاراشون رو پیش ببرن. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید و بهم بگید که به نظر شما آپگرید کردن S21 اولترا به S22 اولترا به نظر کار منطقی میرسه یا نه، توی کامنت حتما برام بنویسید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، خیلی ممنون میشم ازتون، اون زنگوله کانالش رو هم بزنید. میتونید توی کانال یوتیوب ما ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.